منشور حقوق شهروندی در چنبری حکومت مذهبی بیش از یک ماه از انتشار پیشنویس منشور حقوق بشری دولت روحانی می کسرت. این متن که در این مدت به موضوع بحث و جدل محافل مختلف اصلاح طلبان حکومتی و برخی از نیروهای اپوزیسیون برجوهی تبدیل شده به گفته تدوین کنندگانش بناس جهتگیری و رویکرد دولت در قبال حقوق و آزادی های فردی را روشن نماید. با نگاهی بسیار گذرا به متن این منشور می توان دریافت که این متن علا عنوان و ظاهر فریبندهی که دارد و علا رقم تلاش مذبوحانهی که تدوین کنندگان آن انجام دادهاند تا این منشور را در انتباق با نرمهای بین المللی حقوق بشری جا بزنند، اما به تمامی به بنیادهای ایدولوژیک نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پایبند است و ماهیتی ارتجایی دارد. متن این منشور در اساس از همان اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا قوانین جاری و مکمل آن پیروی می کند. اگرچه این منشور اوانفریبانه به نام حقوق شهروندی فرموله شده، اما هیچ مجرایی باقی نگذاشته که مردم بتوانند با تکیه بر آن حقوق شهروندی خود را پیگیری کنند منشور در مواردی نیز که وانمود می کند از قانون اساسی فاصله گرفته با تاکید بر هماهنگ بودنش با سایر قوانین در واقع خود را در چارچوب همین قانون اساسی فوق ارتجایی محصور کرده است منشور حقوق شهروندی روحانی حتی از تعریف شهروند که عبارت باشد از کلیه زنان و مردان و افرادی که در ایران زندگی می کنند چه طبعی ایران باشند و چه نباشند اما در ایران ساکن هستند تفره رفته تا بخشهایی از شهروندان را از حقوق شهروندی محروم نماید منشور روحانی فقط حقوق شهروندی برای اتباع ایرانی را مد نظر دارد و معلوم نیست که سرنوشت میلیون ها مهاجر افغانستانی چه می شود همکنون تحت تاثیر فضای خوف و وحشتی که دستگاه های سرکوب دولتی در میان این انسان های زحمتکش ایجاد کرده اند و با توجه به افکار پوسیده شوینیستی که در برخورد به این مهاجران در جامعه رواج داده شده سرمایهداران و کارفرمایان بدون توجه به کرامت انسانی و حقوق ابتدایی آنها این انسانها را به شدیدترین شیوه استثمار می کنند. هزاران کودک مهاجر افغانستانی از شناسنامه و حق رفتن به مدرسه محروم هستند. منشور حقوق شهروندی روحانی تاکید بر ادامه همه این به حقوقی هاست. در ایران زنان به عنوان نیمی از جامعه روزانه تحت فشار جنسی قرار دارند. این آپارتاید جنسی به وسیله قوانین اسلامی نهادینه شده است و با تکیه به نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح به اجرا در می آیند. منشور حقوق شهروندی روحانی از رفع تبعیضهای قانونی ناروا حرف میزند در حالی که همه اعمال زنستیزان علیه زنان بر اساس قوانین اسلامی روا به حساب میآیند. منشور حق انتخاب پوشش زنان را به هماهنگی با معیارهای اسلامی مشروط کرده است. یعنی در واقع بر رعایت پوشش اسلامی تاکید می کند. ریاکاران ترین بند این منشور بند مربوط به حق حیات است. منشور روحانی حق حیات را به رسمیت می مگر اینکه بر اساس حکم دادگاه سلب شود. این در حالی است که در شرایط کنونی کلیه اعدام و سطح اعدامی هم که در دوره روحانی به اجرا در آمده اند، احکامشان از جانب دادگاه های جمهوری اسلامی صادر شده است. جوهر این بند تاکید بر حق حیات نیست بلکه تأکید بر حق سلب حیات به حکم دادگاست و این یعنی ادامه وضع موجود و تایید موج کشتار و ادامهایی که تاکنون انجام گرفتی است. وقتی در منشور روحانی گفته می شود که شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان و انتشار عقاید خود برخوردارند به آن شرط که قانون را رعایت کنند یعنی اینکه جای دگر اندیشان گوشه زندان است. وبلاگ نویسان به زیر شکنجه می روند، نویسندگان سانسور می شوند، فعالین کارگری تحت پیگرد قرار می گیرند و روانی بازداشتگاه می شوند. چرا؟ چون هزار و یک قانون محدود کننده وجود دارد. منشور در مواردی همچون حق تجمع و تظاهرات مسالمت حتی از مفاد قانون اساسی عقبتر است. از تمام مفاد این منشور پیداست که مبانی نظری آن بر شریعت اسلام، آیات قرآن و اصول فقه شیعه و دیدگاه های خمینی و خامنی استوار است. در حالی که تمامی ساکنان ایران امت اسلامی و یا پیرو فرقی مذهب شیعه نیستند. همین نکات به خوبی نشان می دهد که این منشور در کنار دیگر قوانین جمهوری اسلامی سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی را نهادی نمی کند. این منشور، پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی را به عنوان تکلیف برای شهروندان تعیین می کند. در حالی که یکی از پیش شرطهای به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در گروه این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی منسوخ اعلام گردد. این منشور در بهترین حالت میدان را برای مانور سیاسی اصلاح طلبان حکومتی و برخی از نیروهای اپوزیسیون برجوهایی باز می کند. این منشور بار دیگر به فعالین جنبش های اجتماعی خاطر نشان می کند که نباید در خارج چارچوبها و خط قرمز های قانونی جهت تعقیب و پیگیری مطالبات این جنبش ها اقدام کنند. این منشور در واقع چه باید کرد سیاسی و سند راهنمای فعالین اصلاح طلب حکومتی و فعالین اپوزوسین رفرمیست رژیم در درون جنبش های اجتماعی است. بی جهت نیست که جریانهایی مانند فدایان اکثریت و حزب توده آن را مثبت هر زیابی نموده و از آن استقبال کردیاند. این منشور راه به بی بیراه بردن جنبش های اجتماعی را به فعالین اصلاح طلب حکومتی در این دوره نشان می دهد. اگرچه جریان های ملی مذهبی و فعالین فمینیست اسلامی و لیبرال جنبش زنان و اصلاح طلبان کرد به این دل خوش کرده اند که این منشور هنوز تصویب نشده و قطعیت پیدا نکرده بنابراین این امکان وجود دارد که با دخالت کنشگران جنبش های اجتماعی تکمیل و تدقیق شود اما در عالم واقع این ادعاها توهمی بیش نیست چون این منشور هر اندازه هم تدقیق و تکمیل گردد نمیتواند از چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری فراتر رود مشارکت و تأثیرگذاری بر پروسی تکمیل این منشور از قبل قالب ریزی شده است. هر ایده و پیشنهادی برای تکمیل این منشور باید در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین جاری بگنجد. این منشور نیز اگر جنبه قانونی پیدا کند، مانند دیگر قوانین جمهوری اسلامی چنان دامنه تنگ و محدودی دارد که نه کارگران و نه هیچ کدام از اقشار پایین جامعه نمی توانند با تکیه به آن مبارزه خود را پیش ببرند. تجربه عینی به کارگران و به فعالین رادیکال جنبش های اجتماعی نشان داده که باید از راه های فراقانونی مطالبات و خواست های خود را پیگیری کنند.